روز من یک کتاب خیلی جالب را خواندم، یک جمله خیلی جالب. من میشه ایره میگم براتون که در سخنرانی شاید کل سخنرانی تأثیرگذار نباشه، ولی یک جمله تأثیرگذار باشه. گفت کسی که در معاملات دنیوی خود یک ساعت قبل از موعد کاری یا آغاز کار را آغاز میکنه و یک ساعت کار را به تأخیر میاندازه، یعنی از همه این مردم کرده اخیر کار خود را بسته میکنه، این در حقیقت شبانه روزی از 35 ساعت است و سالی از 420 روز هست. گپ گرفته شد؟ یعنی یک ساعت پیش کار را آغاز میکنه. مثلا امروز شما یک ساعت یا دو ساعت قبلتر از هزارها مردم از خواب خیسته این و بلند شده این، شما دو ساعت از اونها مقدم هستین، شما دو ساعت از اونها پیشرفته تر هستین. پس امروز هر شکستی که در خانواده دیده میشه، در جامعه دیده میشه، در ولایت دیده میشه، در کشور دیده میشه، در امت دیده میشه، خود ما را باید متهم بسازیم. از ماست که بر ماست، از دون همتی ما هست. به طور مثال یک محصل یا متعلم 12 سال درس میخونه، امروز روزی که امتحان سالانه صنف 12 ایش میشه، چی هدف داره انتخاب چیست؟ بچه‌م نمیفهمم. جالب نیست؟ نمیفهمم. اصلا خبر نداره که من از چی خاطر درس خواندم، زندگی من با خاطر چی بوده، این 12 سال من مکتب خواندم از چی خاطر بوده. این دون همتی هست. انسانای بلند همت هدفشان میفهمیم چیست؟ ابن قیم رحمه الله میگه انسانهای بلند همت به کمتر از وصال الهی راضی نمیشن، نهایت هدفشان رسیدن به الله هست. اینی بلندترین همت هست. از این که در همت بلند دیگه وجود نداره که یک انسان هدفش در هر معامله یا در امورات دنیوی و اخری فقط رسیدن به الله باشه. از این پایین تر همیش دون هست نزد یک مسلمان و یک مؤمن واقعی. از این پایین تر همیش دون هست، بست هست. گاهی اوقات در بین دوستای مذاکره میشه، اینقدر فکر کوچک فکرتان هست، اینقدر فکر کوچک. این به اصطلاح خود ما و شما، این خیلی فکر کوچک است که یک انسان با کمتر از وصال الهی راضی میشه. میگه خدا اگر راضی نشد یک کار دیگه خوب میشه، خدمت خوب به دین میکنم. یعنی چی دیگه؟ خدا اگر راضی نشد، اگه این نشد ای، اگه این نشد ای، اگه این نشد ای. ولی اگر هدف خصوصی و شاخص نداره که میگه این هدف را میرسونم خود را به هر عنوان که شوه، با وجود ناملایمت ها و مشکلات ها به این کار خود را من میرسونم و انسان ها را میرسانه الله متعال. به یک مثال را برای شما تشبیه بکنم. انسان دون همت و بلند همت مثال پرنده ای را داره. دو پرنده ای را، یکیش پرواز میکنه با بالاها و بالاها، یکی پرواز میکنه بالا خوب بلند میشه، بلند پرواز هست، از شکاری های روی زمین نجات مییابه، کس شکارش کرده نمیتونه. اگر دشمن هر چی زحمت بکشه شکارش کنه نمیتونه، چون که خیلی بلند است، وسش نمیرسه. لاشخور نیست که پایین باشه، بلندها بلند میره، بلند پرواز هست، از کمین هم در امان هست، از دام هم در امان هست، از همه موفق خود را کرده او چیزایی که پایین تر از دیگه پرنده ها، از او که بالا و بالا و بالاتر هست. این مثال انسان های بلند همت هست، هرگز شکار نمیشن. اگر شکارم کس کنه به این نمیرسه، هر چی زحمت بکشه نمیرسه. دون همتش کدام هست؟ مانند پرنده هایی که در پایین ها پرواز دارن، شکار دام هم میشن، خوراکشان ملاش ها هست، به این پستی های خود پرواز دارن. این انسان های دون همت همین قسم هست. ولی در همت ها برخی مردم با هم فرق داره، این خوب دقیق متوجه باشیم. گاهی اوقات ما میگیم من خیلی بلند همت هستم، اما او فقط یک خواب هست، یک رویا هست، یک خیال هست. به اصطلاح غزنچی یک خیال پلو هست. برخی مردم فقط با زبان خواسته های بزرگ دارن، زحمت میکشم بخیر طب معالجوی کامیاب میشم. طب معالجوی کابل بلندترین نمره باید کار داشته باشه و بلندترین نمره را کار داره، اما شب ساعت 8 میخوابه،
صبح ساعت 6 بلند میشه، ای خود را گل میزنه، ای خود را فریب میده. برخی مردم فقط روی زبان همتشون خیلی بلند است، ای تو کار میکنم فلان میکنم فلان میکنم، به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. ای بی همت نیست، ای خود را گل زدن هست، خود را فریب دادن هست. برخی مردم دنبال خواسته های بی ارزش هستند، همت دارن اما همت خود را به چیزهای بی ارزش صرف میکنه. اینا هم به دو دسته تقسیم میشه. یک تعدادشان دنبال مطالب پست هست، بیهوده، بیفایده، بیمعنا. مثلا تمام هم مغمشان خوشگذرانی هست، فقط خوشگذرانی، خوشحال باشم، دیگه هیچ مشکل. خانواده، پدر مست خانواده، دیگه من چی مسئولیت دارم؟ همسنفی ها اول نمره هست، دیگه من چی مسئولیت دارم؟ نهاد دعوتی فلان سبه هست، دیگه من چی ضرورت دارم؟ ای هم خود را گل زدن هست. یک تعداد از این بالاتر برای که او در مسجد وجود نداره، همتشان فقط دنبال خواهشات و رسبیگری و جنسی و جنسیت، جنسیت بازی و گپا هست. تمام همتشان به می چیزا مصرف میشه، تمام انرژیشان به می چیزا مصرف میشه. ولی یک تعداد انسان ها هست که باز خیلی بلند هستن، خیلی بزرگ هستن، کاری که با زبان میگه و در عملش دیده میشه، مگه من این کار را میکنم باز انجامش میده. اگر امی تو نباشیم، باز مثل امو انسان هایی می باشیم که فلسفه وجودی خود را از دست دادن. یعنی چی؟ که موجودیت ما بخاطر چی هست؟ اکثریت جوان ها فکرشان همیست که ما بخاطر چی زنده هستم؟ یعنی فلسفه وجودشان که از چی خاطر ما در دنیا آمدیم هیچ اصلا نمی فهمه. بودن و نبودنشان یکسان هست. اگر نباشه کس جستجویشان نمی کنه، اگر باشه کس با اونها مراجعه نمی کنه. ای تو یک انسان بی حیثیت و بی آبرو میشه. ای از پس همتی خود ما هست. به طور مثال در خانواده به اون اندازه کار نمی کنیم که موجودیت و عدمش برای اهل خانواده یکی است. باشه و نباشه میشه تأثیر گذار نیست در خانواده. موجودیتش در جامعه، عدم موجودیتش یا موجودیتش هیچ عادی هست. این منوط و مربوط به بلند همتی و دون همتی میشه. به هر اندازه‌ای که انسان بلند همت باشه، او هم در نزد الله جایگاه داره و هم در نزد مردم جایگاه داره. ابن قیم رحمه الله میگه تعجب میکنم به این همت ها. بعضی از همت ها آنقدر بلند هستند که به عرش آویخته هستند. گفتم رسیدنشون به الله هست. بعضی ها به اندازه پایین است که در گندگی های شکم میگردن، گندگی های شکم، در بدبویی های شکم میگردن. بعضی ها خود را آویخته به عرش پروردگار کردن، یعنی فقط هدفشون رسیدن به الله هست. بعضی ها فقط خوردن، نوشیدن، خواهشات، ازدواج، خواب، درس، بس، خلاص. یعنی یک هدف دون هست. بین بلند همتی از غلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاموزیم، ربیعه بن کعب. یک روز ربیعه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا ربیعه سلنی، از ما سوال کن، از ما شما به کس ما را یک بزرگ امیتو بگو، یک ثروتمند، قدرتمند، یک شخصیت با نفوذ اجتماعی و نفوس، اگر ما را امیتو گپ بزنه. در تو وقت مردم میگه یک چوکی اگر زمینش مساید شد خوب میشه. ای غلام هست، رسول الله برش میگه که سلی یا ربیعه، از ما سوال کن. چرت میزنه که از من رسول الله گفته که از ما سوال کن؟ سوال عادی نیست و پاسخ عادی کار نداره که عادی ما بگذرم که یا رسول الله یک کمی همکاری که قدمه، یک کمی اقتصاد ما ضعیف است. نه، اسألک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله، رفاقت تو رو در بهشت کار دارم. غلام اینقدر هدف بزرگ، اسألک مرافقتک فی الجنه.
بعد از اوی با زبان نمیشه، نگفت که درست است دیگه تو رفیقی من شد در بهشت. گفت فاعینی به کثرت السجود، گفت دهی مورد مرا با سجده های طولانیت با کثرت سجدهیت مرا همکاری کن. دو صورت که کثرت سجده داشته باشه، بیشترین سجده ها را تو جا بگذاری، تو رفیق من در بهشت هستی. ایر بلند همت گفته میشه از غلام یاد بگیریم. بعضی کسا از دیدگاه جسم خود خیلی کوچک هستند اما خیلی بزرگ هستند. بعضی کسا به اندازه بزرگ هستند که از موقعیت زمانی یا از اندازه عمر خود بیشتر زندگی میکنند. بعضی کسا عمرشون 70 ساله است اما در 20 سالگی وفات کردند. گپ گرفته میشه. بعضی کسا 20 سال زندگی کردن، 20 ساله هستند اما زندگیشان را که محاسبه کنی 140 سال زندگی کردن، 200 سال زندگی کردن. مثال براتان میگم، سعد بن معاذ ان شاء الله در 30 سالگی مسلمان شد، در 37 سالگی به شهادت رسید. چند سال زندگی کرده؟ 7 سال زندگی کرده. وقتی که وفات میشه با شهادت میرسه، رسول الله صلی الله علیه و آله بر صحابه میگه احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. عرش رحمان به لرزه در آمد به خاطر موت سعد ابن معاذ، مرگ سعد ابن معاذ. ایده 7 سال چیکار کرده؟ ما ده 7 سال خوردن خود را یاد نمیگیریم. و ده 7 سال با مرگشون عرش پروردگار را به اهتزاز در میارن. و با 7 سال زندگیشان امت را به اهتزاز میاره. با 7 سال زندگیشان، ما با 7 سال 70 سال زندگی خود را وادار به این کردن نمیتونیم تا قدم بگذاریم به طرف مسجد. بس پیروزی امت را میخواهیم، قدم بگذاریم به تو جلسات دینی، یک قدم و دو قدم بگذاریم، بس پیروزی امت و خانواده و جامعه و ملت را میخواهیم. این خیال است و محال است و جنون. به این راه که تو میروی به ترکستان هست، خود را فریب دادن هست. والله نمیرسی. بلند شو، حرکت کو، با انرژی و سلام بده، محبت کو، مهربانی کو، حرکت کو. امروز روزی آغاز هست، افسوس میکنی، پریشان میشی، ذلیل میشی، پست میشی که امروز ذلیل شدیم، پست شدیم. امروز که حکومت های مستبد بالای ما حکومت داره به خاطر دونهمتی ما هست. امت و امت اسلامی یا مسلمان ها اینقدر ذلیل نبودن. عمر با شمشیر میده خود با پای برهنه خود زیر درخت خواب سرام و فرس در تکان و لرزه هست. بالش تو تکیش به اصطلاح نعلینش هست، چپلقایش از زیر سر خود گذاشته خواب است. مشرکم که از پحلویش تیر میشه میگه عدلت، عدلت و نمت، عدالت کردی که تو آرام خواب کردی. ابو هریره رضی الله عنه میگه پیامبر صلی الله علیه و آله روز برای ما گفت که از من مال نمیخواهین. ابو هریره میگه رضی الله عنه گفت از من مال نمیخواهی ابو هریره؟ گفت نه یا رسول الله، از اون چیزایی که از خدای تو یاد گرفته به ما آموزش بده. بلندترین همت، بلندترین همت اینه میره گفته میشه، علو همت همی هست، چیزی که از خدای تو یاد گرفته به ما آموزش بده. این سوالایی که صحابه حضرت رسول الله میکنه یا رسول الله صحابه میکنه و جوابایش میبینه. عبدالله بن عباس یک روز رفیق انصاری خود را میگه بریم از اصحاب رسول الله حدیث یاد بگیریم، قرآن یاد بگیریم، تفسیر یاد بگیریم. این رفیقش به عبدالله بن عباس میگه صحابه زیاد است، به تو هیچ حاجت نمیشه. امروز خیلی مردم میگن طب معالجه رو شروع کن دکتر خیلی زیاد است، انجینیری رو شروع نکن انجینر آنقدر زیاد شده. تو اونقدر فکر ضعیف داره که او تو دکتر شده نمیتونه که فوق همه دکترها باشی، اینقدر ضعیف هستی. تو اینقدر ضعیف هستی که اونقدر ترس داری که شاید من مثل دیگه انجینرها نباشم، از او که باید فوق و بالاتر و بالاتر باشی. ای که ما از این ترس داریم که من والا دیگه نمیخوام کورس ها زیاد از کورس شروع نمیکنم. قارس مونی بلاک کورس شروع کرده به طور مثال. من یک جای دعوت را آغاز نمیکنم، دعوتگرا زیاد است. تو اینقدر ضعیف هستی که نمیتونی که فوق از او دعوتگر باشی، فوق از او انجینر و دکتر و فلان حتی دهقان باشی. عبدالله بن عباس رفیق خود را تنها گذاشت، این طرف خواه هست از این طرف خواه خود را دور کنند که تو نمیتونی. لذت کار در او جای هست که مردم بگه تو نمیتونی و تو انجامش بده، او جای خیلی لذت بخش هست. بعد از او عبدالله بن عباس میره به یک صحابی، به دیگه صحابی، به دروازه، حتی پهلوی دروازه های صحابه میخوابه و که صحابه از دروازه خود برای یک حدیث رسول الله را زیاد بگرون.
برش زاری میکنه عذر میکنه که آیا توی حدیث از فلان شنیدی؟ گفت آه. گفت به ما یاد بده. بالاخره وقتی میرسه که وقتی که در تفسیر سوال میشه بدون عبدالله بن عباس دیگه کسی نیست که جواب بده، مفسر القرآن باید جواب بده، و کی است؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما. و رفیق انصاریش گفت والله راست گفته بودی، یک وقت به خیر میرسه که باز گفته راست گفته بودی، همیگه پات خراست بود. وقت که او رفیقت به بلنده ها ببینه که عبدالله گونه زندگی میکنه و تو رفیقش وری پست گونه زندگی میکنه، باز دردت میگیره که افسوس افسوس، کاش که اموخت می کار را اقدام میکردم. هیچ وقت برای آغاز کردن دیر نیست، روز روز آغاز هست. ولی ما فکر میکنه که با یک ساعت مطالعه حق معدا میشه. یک ساعت مطالعه کردم، یک روز یک ساعت مطالعه میکنم چقدر خوشحال میباشیم. والله امروز خیلی بلند همتی کردم. یا یک تعداد مردم میبینیم با دعوت یک نفر در روز میگم من مسئولیت خود ادا کردم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که مسلمان میشه، مسلمان میشه، صبح به طور مثال مسلمان شد، نماز دیگر نزد رسول الله صلی الله علیه و آله میگه یا رسول الله امروز دستمزد 5 صحابی هست، از صبح تا به دیگر 5 صحابی را از عشره مبشره ابوبکر صدیق با دست ابوبکر صدیق مسلمان شده. دستمزد امروز یا رسول الله ما را ببخش که امروز دستمزد 5 صحابی را مسلمان، 5 شخص را مسلمان کرده. او از عشره مبشره هست. همی ده نفره که بهشت بشارت داده شده از ابوبکر گرفته، ابوبکر، سعد، سعید، طلحه، زبیر، عمر، عثمان، علی، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، اینها 5 این صحابی در دست ابوبکر صدیق مسلمان شده. در یک روز دستمزد یک روز ابوبکر انمی هست که 5 نفر مسلمان میکنه. دستمزد ما چی است؟ که در 5 وقت نماز روزانه یک شده جماعت میکنه. این دستمزد ما هست. باز میگم امت اسلامی چوری تو عقب مانده. گله نکنین از مردم. یا یک تعداد مردم برای تحصیل علم فقط یک چند نوار چند تبلیغ گوش کنین دیگه بس کفایت میکنه. ما عادت ما روزانه 3-4 تبلیغ گوش میکنم. عادت ما. امو هست که باز ترامپ یک جای نشستگی است متکبرانه برای ما میگه در یک هفته از بینتان میبرم. کس گپ زده نمیتونه. ارگ برش میگه ما وضاحت میخواهیم. برای ما وضاحت نه که در مورد افغانستان چی گفتی؟ 3 روز بعد میگه در 3 روز بینتان میبرم. 3 روز بعدش وضاحت داد گفت. قبلا یک هفته گفته بودم. بعد از وضاحتش میگه که در 3 روز از بینتان میبرم. از نقشه دنیا گمتان میکنه. باز یکی از منبر صدا میکنه، یکی از وزارت صدا میکنه، یکی از ریاست صدا میکنه، یکی از یک جا صدا میکنه که اشتباه کرده، اشتباه کرده، او خبرم نمیشه، از فیسبوکشم خبر نداره که در فیسبوک یک چیز اعلام کرده که ما یه نیکوهش میکنیم. نه نیکوهش، نیکوهش چیز نمیشه. بلند شدن که مردم رفت حرکت کنن. اما یک گفت فراموش نکنن. شما شاید بگوین بعض مردم روز ما در فیسبوک چیز نشته کردم، یک عیسوی در فیسبوک امرای ما هست، یک عیسوی هر کامنت زشت میده مسیحی است. ما در مورد چی نشته کردم؟ در مورد مسجد نشته کردم. گفتم تا صبح به مسجد آمده نمیتونه یه چیز نشته کردم، شاید بعضی کسا دیده باشه دیگه، جملهش فراموشم شده. و نشته کردم شما هنوز مردم در فضا هستید، یک فلان در کجا هستید، یک در کجا هستید، هند در کجا هستید، آمریکا در کجا هستید، شما هنوز در جستجوی رضایت خدا هستید. نعوذ بالله من ذلك. همین یک روز یک شخص در مجلس داخل شده، یک استاد صحیح البخاری درس میداد، یک دشمن به اصطلاح یک یهودی سیل بخاری یک میده که یک عالم درس میده، یک عالم مسلمان. گفت مردم در فضا بلند شد شما سیل بخاری میخونه. گفت تو از یک مخلوق به دیگه مخلوق رسیدن، ما میخواهیم از این مخلوق به خالق خود برسیم. این توستی که نه به مخلوق رسید و نه به خالق رسیدی. او از مخلوق به یک مخلوق دیگه رسید، از این زمین به آسمان رفته. ما میخواهیم از مخلوق که کتاب هست به خالق خود وصل شویم. ما هم میخوایم از مخلوق که اینجا نشستگی هستیم گپ میزنیم به خالق خود برسیم. میرسیم ان شاء الله. ایتو معاندی نه، بازش اجازه ندید و تشویشم نکنه که مردمی تو نقد کنه سر ما. اما بلند همت باید باشیم. امروز نوای تکنولوژی خود پس ما نمیره قبول کنه. یه باور داشته باشه. رو بپذیرید. طبقات همت در افراد فرق داره. یک تعداد مردم است که حتی نیازهای خود را برآورده کردن نمیتونه، حتی یک لقمه نان خود را پیدا کردن نمیتونه. این را در جلسه گذشته هم گفتم، بعضی مردم میگه
میگه در افغانستان درس نخوان، درس چی به درد میخوره؟ لیسانس شده، ماستر شده، دکتر شده، کار برات پیدا نمیشه. تو چقدر ضعیف هستی که لیسانس هم خوانده، ماستر هم شده و دکترا هم شده، یک کار برات پیدا کردن نمیتونی. عمو قدر ابتکار نداره که یک کار را خلاقیت بکنه، ابتکار بکنه، پیدا بکنه برات، جور بکنه. این اشتباه هستی که میگه کار درس نخوان که کار برات پیدا نمیشه. تو چقدر ضعیف هستی که عمیق قدر ابتکار دهی 20 سال 25 سال درس برات پیدا نشه که من یک کار برای خود خلق کنم، یک کار برای خود پیدا بکنم، نیازهای خود رو برآورده کردن نمیتونم. یک تعداد مردم قدر پست همت است. یک تعداد مردم نیازها رو برآورده کردن میتونه ولی با کمکاری. یک دفعه میگه میشه، یک دفعه میگه نمیشه، یک دفعه میگه سخت است، نه که کارو نکن، نمیشه، امکان پذیر نیست. انسان هم به جای نمیرسه. یک تعداد انسان ها بلند همت است اما راه و روشش را نمیدونه، راه و روش دعوت را نمیفهمه. امروز برای من در کامنت یک کس نوشته کرده میگه تو چرا جهاد نمیکنی؟ خودش در خانه شای سر تخت سنگ نشستگی باشه. در زمستانی کامنت داده بود. از زیر کمپل میگه تو چرا جهاد نمیکنی؟ شما چرا در مورد جهاد گپ نمیزنه؟ ما ایره باور داریم که جهاد فرض خدا هست. همین قسمی که نماز فرض است، همین قسم جهاد هم فرض است. ایره باور داریم. اما اون مردمی که حی علی الصلاه را لبیک نمیگه، یک تعداد مردم همیشه شما را نمیگه. اون مردمی که ملتی که حی علی الصلاه را لبیک گفته نمیتونه حی علی جهاد لبیک خود گفت. تو وقتی که اینها را عقیده اینها را نسازی، اینها را مفکوره ندی، دشمن را به اینها معرفی نکنی، اینها به سنگر جهاد رفته میتونه. ای تو نمیشه. راه و روشش رو باید بفهمی که امروز چی ضرورت است، چی نیاز هست. امروز اگر من در سنگر جهاد برم، تو در سنگر جهاد بری، او در سنگر جهاد بره، این سنگر مسجد با کی میمانه؟ سنگر پهنتون با کی میمانه؟ این سنگر مدرسه با کی میمانه؟ سنگر طبابت و انجینیری با کی میمانه؟ بین قرآن بخونیم، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. چرا یک تعداد مردم پیدا نمیشن که تفقه در دین حاصل بکنن؟ ما به خود فریب نمیدیم که ما علم حاصل میکنیم. بعضی مردم گفتم روشش نمیدونه که روش دعوت یعنی چی، قسم دعوت کنم. ای تو فکر میکنیم که سر مردم چی زدیم، فریاد زدیم، خب با احساسات صحبت کردیم. میگه سخت عالم برجسته است، ای تو با جرأت هست. اینو جرأت گفتن نمیشه که ما از اینجا مرگ با آمریکا بگم خبرم نشه. بارها مرگ با آمریکا گفتیم. با این چیز مرگ با آمریکا نمیشه. ببین به آمریکا رو چالش بدیم که ما در تکنولوژی خود با تو خود را میزنیم. با مرگ مرگو چیز نمیشه. ولی اگه خبرم باشه، شاید می تظاهرات را که ما میکنیم شاید اونها ایجاد کرده باشه. آزادی بیان تظاهرات کنیم. به جای جهاد تظاهرات کنیم که کمی احساساتتون کمی پایین شوه. یک دو دانه مرگ بگوین که جهاد باز نکنین. این خود درس است. اما برخی از مردم پیدا میشه در همت ها. در ابتدای دور کردیم که از موقعیت زمان خود، از اندازه زمان خود زیادتر زندگی کردن. محالات را ممکن میدانه، محالات را ممکن میدانه. ما مثال براتون میگم، امروز مردم خیلی ناامید است، میگه صلح نمیایه. اما آتش بس 3 روز دید، یک چقر شمایش ندید، یک مرمی فیر شد در آتش بس 3 روز. ایده سال گذشته بود چی وقت بود؟ ناامید. چرا قدر ناامید هستیم؟ ای امریکای جنایتکار از این کشور میره با هم پیمانایش و ناتو، هر کسی که هست از این کشور میره. یک زمان باز کنار همه ایم. افغانستان بلند است، از افغانستان مردم هراس داره. خود را دون همت نگیریم. ما بلند هستیم، بلند بودیم و بلند هستیم، خواهیم بود. و ترامپ از اوج اخطار میده، اخطارشون امکان پذیر نیست که کار عملی شوه. و گمانم از انگلیس و شوروی امریکا ترس نگرفته. خیلی مردم آمادن بر خاطر نابود کردن افغان ها. خودشان نابود شدن، افغان ها نوزم زنده هست. اقدر پس همت نباشیم که نمیشه ناامید باشیم. لا تیأسوا من روح الله، لا تحزن ان الله معنا. هیچ ناامید نباشیم. فواید بلند همتی چی است؟ چی فایده داره که ما بلند همت باشیم؟ یعنی چی؟ یعنی ما بلند همت چی فایده داره؟ کسی که بلند همت باشه
به انجام رساندن کارهای بزرگ خیلی برش آسان است. کارهای بزرگ خیلی به آسانی انجام میده که دیگه مردم رو خیال فکر میکنه که خیالی است امکان نداره کار. ما باز گاهی اوقات میگیم بین کار کنیم، نه امکان نداره کار، تو کار خیلی دور است. برای ساختن یک امت باید چند نسل تربیت شوند؟ برای ساختن یک امت باید چند نسل تربیت کن تا یک امت ساخته شود. اما اگر بلند همت باشی از یک نسل تو امت میساز، مثل پیامبر صلی الله علیه و آله، از نسل کافر، از نسل مستبد، از نسل شرابخوار، از نسل که شراب میخوردن، زنا میکردن، قتل میکردن، در مقابل یک دیگه خسته بند، از یکش ابوبکر میسازه، یک عمر، از یک سعید، از یک سعد، از یک طلحه، از یک زبیر، همه ایشون رهبرای امت اسلامی میشن. از یک نسل امت ساخت، از یک نسل. ما میگیم نمیشه، اما میشه. میگه با یک گل بهار نمیشه. گاهی قط مردم میگه یک گل بهار نمیشه. خانه ارقم یک گل در خانه ها هست، بهار نشد تمام دنیا از یک خانه ارقم. به انجام رساندن های کار بزرگ خیلی برشان آسان و سادی است، میشه. همیشه بگین در یک موقعیت مردم رو امیدوار باشن، امکان داره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وفات کرد، گفت ما در مقابل مرتدین جهاد میکنم، در مقابل کسایی که منکر زکات شدن، زکات را نمیپردازن، جهاد میکنم. بعض صحابه در محاورش گفت تو قدر امت خود را میزنی؟ گفت والله العظیم قسم، اینقص الدین و انا حی، آیا دین ناقص باشه ابو بکر زنده دین ناقص شه و ابو بکر زنده باشه؟ در دو سال مکمل مردم را قانع به ایساق که باید منکر زکات نباشین، قانعتان میسازم. همه ایشان را شکست داد ابو بکر. اما در محاولش یک تعداد نفر بود، گفت تو نمیتونی، تو نمیتونی. رسیدن به مراتب عالی دوم هدف از همت بلند هست، یا ویژگی انسان های بلند همتی است که به مراتب عالی به زودترین فرصت میرسند. کسی که همت بلند داشته باشه هم در دنیا و هم در آخرت، انسان ها جایگاه ویژه نسبت به دیگر مردم دارند. مثل رسول الله صلی الله علیه و آله مری حذیفه میگه، یک روز در پشت رسول الله صلی الله علیه و آله، یک شب پشت رسول الله نیت کردم، نماز میخواند، از پشتش نیت کردم، گفت سوره بقره در تلاوت شروع کرد، در بین شب، در داخل بطن شب سوره بقره در نماز شروع کرد، صد آیه را خواند. گفت خواندم گرفت، رکوع نمیکرد. من گفتم شاید در صدوم آیه رکوع بکنه. گفت خان از صدوم آیه گذشت. گفتم شاید در اخیر سوره بقره که 286 آیه 285 آیه هست، شاید دوجا توقف کنه، رکوع کنه. گفت او را هم خوان. گفتم شاید سوره آل عمران را بخونه و رکوع بکنه. گفت او را هم خواند. گفتم شاید در اخیر سوره عمران توقف کنه. گفت سوره نساء هم خوان. دی آیه رسید که فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید. گفت اجا بگریش بر رکوع. شما خود گفتین تو خاص پیامبر قسم میکنه، پای مخ پیامبر شده نمیتونه. بعضی مردم میگن پس همت مخ پیامبر شده نمیتونه. درست است که وحی بالا شما نازل نمیشه، اما شما خو امت پیامبر هستین، الگویتون خو پیامبر است. یک عالم هند به نام گجرات، هند می قرن ها وفات کرده، میگه شب بلند میشد. دیروز زیر بیوگرافی خود قصه کردم، دیشب در نماز هر شب عادتش در نمازی بود که 7 جزء قرآن کریم در نماز تلاوت میکرد از طرف شب، درس به حافظای قرآن کریم است از طرف شب. بعد از که تلاوت میکرد در نماز 7 جزء قرآن کریم را، هر شب عادتش بود. بعد از باز برای نماز صبح منتظر میشد، بعد از نماز دعا میکرد، بعد از برای نماز صبح منتظر میشد، بعد از نماز را در جماعت ادا میکرد، بعد از دعا میکرد، ذکر میکرد، از کار میکرد تا نماز اشراق. نماز اشراق میخوان بعد از تدریس بود تا خود یک بجره، ساعت یک بجره تدریس، علوم تدریس کردن برای مردم. بعد از او میرفت در خانه نان میخورد، بعد از نان برمیگشت پاسخ به سوالات شرعی عامه مردم تا به نماز شام. نماز شام پس در خانه میرفت، در خانه میرفت تا ساعت 12 شب 11 شب مطالعه میکرد. بعد از او باز میرفت در فامیل خود، در حق فامیل خود میرسید. ای تو مردم های موجود داره. با خواب نمیشه رسیدن به یک هدف، با یک رویا، با یک آرزو. آرزو یه مردم، خیلی مردم آرزو داره که آرزو دارم ای تو شو، آرزو دارم، با آرزو چیز نمیشه. رسیدن به مراتب عالی پیامبر میبینیم به کدام مرتبه رسیده که جای رسیده که جز خدا دیگه کس او را دیده نمیتونه. حتی با جایی میرسه وقتی که به سفر معراج میره، با یه جایی میرسه که جبرئیل میگه تو برو دیگه که من رفتن نمیتونم، تو از بلند همت ها هستی، من به اندازه تو همت من بلند نیست. میره که با ملاقات پروردگار خود ملاقات میکنه، در اختلاف است که پروردگار را دیده یا ندیده، به اون اندازه خود را میرسونه که روبروی الله
بلا كيف چیزی که كما يليق بشأنه با الله تكلم میکنه گپ میزنه ملاقات میکنه. سوم اجتناب از امور بیهوده. کسی که بلند همت باشه از امور بیهوده اجتناب میکنه، با کارهای بیهوده مصروف نمیشه، با کارهایی که اصلا فایده نداشته باشه. ابن قیم رحمه الله خیلی یک جمله زیبا میگه، ما را میگه، میگه تأسف به اون انسانهایی که درازی شب را با قصه گویی کوتاه میکنند و درازی روز را با تفریح کوتاه میکنند. تفریح در اسلام ممنوعیت نداره. سیر و فی الارض سیر کنن فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، ارض الله واسعا فتهاجروا فیها. روز را با تفریح کوتاه میکنیم، شب را با مجلس ها کوتاه میکنیم. در حالی که صحابه روز را با تدریس و خدمت کوتاه میکردن، شب را با عبادت پروردگار کوتاه میکردن. گفته اصلا به تو انسان هایی. چهارم، صاحب همت بلند در بین اطرافیان خود مورد اعتماد هست، شخصیت با اعتماد هست، مردم سرش اعتماد داره، باور داره. اگر پست همت باشیم که یک انسان بگه من این کارو میکنم، تو نمیتونی تو از این کار، چون که خودمون پست همت هستیم، این کارو من میتونم، نه تو هرگز این کارو کردن نمیتونی، چی کردی که تو کنی؟ مردم میگه پرم واسه ما میزنه، واسه شکایت نکنیم از مردم که نفر بگه تو این کار را کردن نمیتونی، چرا کو نکردیم؟ فقط برای مردم مثل اشرف غنی رو وعده ها دادیم عمل نکردیم. بعضی مردم خواه گفته که پات احتیاط کن، آزادی بیان است، بگید بیان کنه بر مردم، آزادی بیان است، مردم علما رو توهین میکنن، مساجد توهین میکنن، پروا نداره، آزادی بیانه. باز علما اگه چیز گفت میگه نه آزادی بیان است، برای شما سلب آزادی هست. این امروز میبینی کاندیدا دروغ گفته روان است به مردم. اشرف غنی درست یک سخنرانی خود میگه اگر من باز رئیس جمهور شدم در مدت 2 سال تمام ولسوالی ها برق میرسه، در تمام ولسوالی ها برق میرسه، چند هزار مکتب میسازم، چند هزار مکتب، یک دو دانم نمیسازم. با یه گفتن چیز نمیشه، عمل. مردم دیگه فریب نمیخوره، و اگر فریب میخوره شاید کمی در ایمانش مشکل باشه. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن واقعی از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. ولی بعضی امت ها از بارها گزیده شدن هنوز نمیفهمه. پنجم، از عمر خود با وجه درست استفاده میکنه. طلاب علوم بعد از یک دقیق متوجه باشه، از عمر خود به طریقه درست استفاده میکنه. خیلی جالب نیست که از یک جوان پرسان کنه که امروز در 24 ساعت چقدر مطالعه کردی؟ 24 ساعت چی میکنه که در طول هفته ما مطالعه نکردم؟ در دهنی که در 24 ساعت مطالعه صورت نمیگیره، مسواک استفاده نمیشه، لیاقت باز کردن نداره. اون روز یک جمله یک بزرگوار شنیدم، در دهنی که در 24 ساعت مسواک استفاده نمیشه و مطالعه با اون صورت نمیگیره، یک چیز خواندن نمیشه، لیاقت باز شدن نداره که دهن باز باشه. در ژاپن حد اوسط تمام مردمشان حد اوسط در سال 86 کتاب مطالعه دارن، 86 کتاب. بین از جوانای امت اسلامی پرسان کنید که در سال 86 کتاب مطالعه کردی؟ در 12 سال مکتب بدون کتاب مکتب، کتاب مکتب خود مضامین اساسی هست، آیا مطالعه خارجی 86 کتاب داشتی؟ 86 سفر مطالعه نکرده. گید خود نمیشه. امام نووی رحمه الله میگه، میگه امام نووی این کس که ریاض صالحین نوشته کرده، کتاب جهانی داره، چون که شخصیت جهانی بوده، فکر جهانی داشته، میگه من در 24 ساعت 12 درس را با تفصیل از استاد خود در 24 ساعت گوش میگرفتم. چند درس؟ 12 درس. ما یک درس داریم دو درس ما زر نمیشه، یک درس. باز میگم ترقی پیشرفت کجا هست؟ امام نووی که امام نووی میشه 12 درس را از استاد خود با تفصیل در 24 ساعت گوش میگیره، ما تحمل یک درس گوش گرفتن نداریم. اون روز پنجشنبه می باشه مثلا منبر بیداری، 5 دقیقه بس ساعت سی کنم که وقت گذشت، سن ساعت سی میکنم طرف ساعت به این خاطر که وقت شما ضایع نشه. و ششم، صاحب همت بلند برای دیگه مردم الگو می باشه. مردم که برد دخانه مثال میدن، میگه مثل فلان شخص باش، مثل فلان شخص باش، مثل فلان شخص باش. ولی خیلی درد داره که یک نفر کس بگه، پدر برای کس بگه مثل فلان شخص باش. چرا ما قدر ضعیف بوده که پدر ما رو بگه مثل فلان شخص باش؟ اصلا مثل کس نباش، خودت باش، بلند شو. هیچ کس حتی یک موقعیت برات تعیین نکنه مثل فلان شخص میباشم. اون یک شخص است، تو یک شخص هستی. ان شاء الله که مسلم خولانی است رحمه الله، اومگه صحابه رسول الله، میگه شما فقط رسول الله را دیدین، این فضیلتتان هست، والله العظیم در عبادت شبقتان رقابت میکنم. ایره همت گفته میشه، گفت شما صحابی رسول الله هستین، در شما رسیدگی کردن نمیتونیم ما، اما ایره به یاد داشته باشین که در عبادت با شما با خودتان رقابت میکنم.
خدا میشه که با گفتن بگیم که ما با فلان نفر رقابت میکنم، او درس میخونه، او مطالعه میکنه، او زحمت میکشه، تو خواب هستی، با پدرش هم رقابت میکنه. نه برا پدرش نکن، با خودش رقابت کن. هفتم، تغییر سرنوشت ملت ها و افراد، که سرنوشت افراد را تغییر میده، انسان های بلند همت تغییر میده. حتما بلند همت یک جای بوده که تغییر سرنوشت داده، مردم را مسیر دهی کرده، که مسیر برای مردم انتخاب کرده، مردم در یک جای در تنگنا قرار گرفته، گفته این مسیر هست، حرکت کن، این راه، ناامید نباش، راه بسته است، نه بسته نیست، اگر بسته می بود میگه دروازه است، دروازه قفل هست، نمیشه باز، اگر دروازه باز نمیشد باز جایش دیوار میگذاشتن، برو حرکت کن، قفلش قفل است، کلیش پیدا کن. باز اگر ما کلی رو امتحان میکنیم، یک پنج کلی رو امتحان میکنیم، در ششمش کلی دیگه نمیشه، شاید ششم کلی کلی باشه، او کلی باشه. اسباب مترقی ساختن که آخرین عنوان هست، چی قسم بخوایم بتوانیم که ما خود را بلند همت بسازیم؟ خیلی سخت است همت بلند ساختن، خیلی سخت که آدم بلند همت باشه. اکثریت اوقات میگم نمیشه، نمیشه، خطرناک است، امپاسیبل، ناممکن است، امپاسیبل شد دور کو پاسیبل، ناممکن را دور کو ناشو دور کو ممکن، در داخل ناممکن هم یک ممکن وجود داره، حرکت کو. همین نای زروس کو ما فقط متوجه می ناش هستیم، نای کلان کلمه را نمیگیم ممکن، نای شوس رو تمام مشکل امت اسلامی دمینا هست، ناممکن، غیر ممکن. تو با فلان شخص، تو با فلان کشور، مجاهده و تلاش اولین راهش است، سعی و تلاش باید داشته باشیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم جاهدوا، سعی، کوشش، زحمت، پشتکار، پیکار، فینا در راه ما، لنهدینهم سبولنا، خام خالم تأکید هست، نون از برای تأکید، خام خواه اینها را من رامید راه ها را نشان دادم، یک راه هم نگفته. والذین جاهدوا، به شرطی که جاهدوا باشه، اگر جاهدوا نباشه که این تو نمیشه که من لنهدینهم سبولنا، اینها را من راه نشان بدم. نه، اول قید جاهدوا رعایت کن. دوم، عیسی بن موسی، پیش از اینکه شماره دوم را تشریح کنم، عیسی بن موسی میگه من 30 سال قصد کردم که در خوردن کوبیده بازاری، این ما در کتاب خوانده نمیفهم کوبیده بازاری چیست، شاید یک نوعی از غذای بازار باشه، گفت من 30 سال زحمت کشیدم که با رفقای خود در خوردن از این غذا اشتراک کنم، گفت نتونستم اشتراک، مدت 30 سال کوشش میکردم، چرا نمیتونستم اشتراک؟ گفت من صبح وقت بعد از نماز صبح در دست حدیث رسول الله مینشستم، میرفتم که استاد من درس حدیث میداد، دوجا میرفتم برای درس، به خاطر درس رفتن من 30 سال نتونستم که بخورم. اون روز یک نفر پرسان میکنه چرا در درس نبودی؟ من جای در خوراک مصروف بودم، نتونستم آماده. واضح نمیگه که بس خوب نیست، چرا نمودی؟ والله من امروز خواب برده بود، نشد، عادی نشد. چقدر عادی، چقدر گپی عادی است، نه نشد. امروز مکتب نرفت، نشد، والله خوابم برده بود. جالب نیست، خیلی خنده‌دار هست. من کمی طرف شب بخواب شدم، نتونستم صبح نماز، صبح قضا شد، این تو عادی میگذره، قضا شد، این خیلی خنده‌دار هست. دوم، دعای صادقانه. یگانه چیزی که از ایام طفولیت ما والدین خود، از پدر مادر خود یاد گرفتن، دعای دعا هست، در هر مورد دعا 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 دعا، والله العظیم کورو برات سراخ میکنه. گفته امام شافعی رحمه الله، تیری که در نیمه شب، تیر دعایی که در نیمه شب پرتاب میشه، هرگز هدف را اشتباه نمیخوره. ما یک دفعه دست خود به پیشگاه او ذات بزرگ بلند کنیم که خدا یک کار بزرگ برای ما کوچک کو آسان کو. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الفقر والكفر. يعني دعاء بكم كي الله مرس كسالات استنبلي السستي نجات بدي دعاء كبر بارديارت، والله يترو برسانت كي كار انه ممكن برت ممكن ميشه، محال برت ممكن ميشه. ما یک لحظه بر پروردگار خود سر خم نمی کنم، سر به سر در نمی گذارم، تو مشکلات دارم، فامیل من اینطور کرده، اقتصاد من این رقم است، تو یک دفعه پیشگاه الله خم شو، یک دفعه زحمت خوب بکش. الله برات میگه ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید که من براتون استجابت کنم، قبولش کنم، ادعونی از من بخواین. الله خشمگین میشه از او بنده ای که از الله چیزی نمیخواهد. ما کار در نزد ما ممکن است، در نزد الله ممکن است. یک از رفقای ما دهی صف نشسته، نامش رو بگیم، افتخار از قاری سیب منیب،
یک کورس آموزشی ساختم براتون، باز در اخیر تشریح میکنم ان شاء الله. کیمیا و فیزیکش درس داده میشه. در کابل آمده بود، من در اتاق بودم، گفت بعضی کسا میگن نمیتونی تو فلان نمیتونی، امروز درس میده، درس داره اونجا، درس شروع کرده، آغاز کرده، جای کورسم است، درسم است، با تنهایی خود آغاز کرده. میگه نمیشه. کاش که مرافقایش که میگفت نمیشه، مو یک دفعه بگه که نشود. نشود. دعای صادقانه بکنی والله الله شما را میرسانه. دمی جمع یکی از دوستای من نشستگی هست، نامش نمیگیرم که ریا از اون نشوه، گفت گاهی اوقات من از دیگه کسی که حکایت شنیدم، چند دفعه زحمت کشیده، یک دفعه کتب مال جوی کابل، دیگه دفعه بالاخره گفت گاهی اوقات که رفقای ما در اتاق نمی بود، گفت خوب دل خود یخ میکردم، خوب دل خود یخ میکردم که امداد اتاق کس نیست، من مسافر هستم در کابل برای درس آمدم. امروز طب معالجه کابل بلندترین نمره کدر هست، در طب معالجه کابل کدر هست. گفت دل خود خوب در اتاق یخ میکردم، یک دفعه دلتان یخ کنه یک جای، هیچ کار ناممکن نیست، والله العظیم میشه. به کوچکی خود، به عدم پولداریتان این مشاهده نکنی که من پول ندارم و فلان ندارم. سال گذشته از او پیشتر فقیرترین، شاید من خیلی فقیر بوده باشه، اول نمره کنکور نبود، از جمله فقرا نبود، خانهش خانه گلی. فقر مانع درس نمیشه که تو بلند همت باشی. درست است پولداری خوب است، اما این تعلق به همت خود انسان داره. دعای صادقانه کن خدای مرا برسان. من دیگه حساب مشکل دارم، نمیتونم، من از گناه خود را دور کردن نمیتونم، یا الله مرا کمک کن. سوم، اعتراف بدون دون همتی. اعتراف به داشته باش که من دون همت هستم. ما اعتراف نمیکنیم، نه من یه هدف دارم، تو هدف دارم، میرسانم خود را. اعتراف کن که نمیتونی، اعتراف کن که من پست همت خود را حرکت بده، جاهایی که نقص داری و اشتباه، نقص را به کمال برسان، اون نقص را منفی را دور کن، مثبت شو، حرکت کن. چهارم، مطالعه احوال پیشینی ها سبب مترقی شدن همت ما میشه. علی بن حسین بن حسن بن شقیق میگه در یک شب سرد زمستانی من از مسجد با عبدالله بن مبارک بیرون شدم. شب سرد زمستانی بود، از مسجد بیرون شدم، شب بود. گفت از دروازه مسجد که بیرون شدم، عبدالله بن مبارک از این موقع استفاده کرد، یک حدیث رسول الله را به من رساند. گفت من از موقع استفاده کردم، حدیث من برش رساندم. گفتی گپ ما از شروع شد در صحن مسجد، استادم شب خیلی سرد استاد هستیم. گفت قد یک دیگه ما بحثه میکنیم که نکات حدیثی چرا، حدیث از کی است، چه قسم است، راوی حدیث کی است، حدیث از نگاه سند خود، از نگاه متن خود صحیح است، نادرست است، چی چیزا از استنباط میشه، کدام احکام از گرفته میشه. گفت می گپ بودیم که مؤذن اذان صبح را گفت، مؤذن اذان صبح را گفت. این مطالعه احوال پیشنیا هست، پیشنیا این رقم مردم بودن. ما که شب میریم که یک روز خسته باشیم، امروز شب کار خود را مطالعه که داریم که باید ما 3 صفحه مطالعه کنیم، 3 صفحه شب مطالعه کنیم، ولی امروز خسته هستم دیگه درس امروز نمیخونم، یک روز، یک روز کی مولا میشه، یک روز کی مولا میشه. محمد بن علی سلمی به حافظه قرآن گفته میشه. محمد بن علی سلمی میگه ما یک شب سحرگاه از طرف سحر پیش از نماز صبح، گفت از خانه خود خارج شدم که برم نزد یا در محضر ابن اخرم، از او یکی از قرآن مشهوری هم وقت خود بود، گفت یک کمی قرآن بر از او بخوانم، کمی قرآن مرا استماع کنه، گوش بگیره. گفت امروز رفتم نوبت گرفتم، مثل که مردم برای پاسپورت نوبت میگیرن، ساعت 2 بجه شب 1 بجه شب در کابل مردم پشت دروازه های همون جایی که پاسپورت توزیع میشه، مردم میره که پاسپورت بگیره. گفت من تو رفتم که شاید اولین نفر ما باشم که درس حفظ قرآن حاضر شوم، درس حفظ قرآن اولین نفر باشم، برم یک دروک و تلاوت کنم برای ازو. گفت وقتی که رفتم که 30 نفر از ما که پیشتر در وقت خود رسانده در درس حاضر است. محمد بن علی سلمی میگه 30 نفر از ما مقدمتر حاضر است در درس. گفت امروز تا عصر منتظر شدم که یک درس، میتونه که رفتم که 30 نفر نشسته، گفت که دیگه نمیشه برم بخیر. گفت تا عصر منتظر شدم، عصر درس خود تیر کنم برش. ما چه قصادی میگذاریم؟ پنجم، مصاحبت و همنشینی با صاحبای همت، با کسایی که بلند همت است با اونها همنشینی کن. او کسی که میگه نمیتونه دشمنت است، اگرچه بگه I love you، دوستت دارم، خیلی شیرین هستی، خیلی دوستت دارم، از جانم که بیشتر دروغ میگه. او که از جانم که بیشتر دوست داشته باشه، وضو نمیخواد که به طرف رکود و سقوط مواجه شوی،
باز اندکترین اشتباهی تنه بذار که نه نه این کار نه جانم هستی و فلان هستی دیگه جان نمیشه. از این تو انسان هایی که میگن نمیتونه فرار کو یا او رو وادار به یکو بگید میتونه هر دویتان حرکت کو. ما مو دوست خوب دوست میگه که در هر مورد قد ما موافق باشه بگه امروز درس نریم خواه، امروز پهنتون نمیریم، روز اول پهنتون روز اول مکتب سه شاگردان ما تو نمیریم خواه نمیریم مشکل نداره، مشکل نداره نمیریم، هیچ پروا نداره. میگه سخت دوست سمی دارم هر گپ مرا قبول میکنه، عجب دوست صمیمی. این مار وارس ظاهرا خیلی زیبا هست، ظاهرا خوب نرم است، خوب دوست نرم است، زیبا بعض مارها خیلی زیبا و قشنگ است اما درونش کلش زهر است، متوجه باشی؟ ظاهرا خوب نرم است، خوب احساس نرمی میکنی با او، خوب احساس میگی خوب زیبا، خوب قشنگ زیبا و لباس پوشیده و خیلی زیبا است و فلان است و فلان است، اما درونش زهر است، متوجه باشی؟ ششم تجدید نظر و رعایت اولویت ها. تجدید نظر کنیم در پلان خود، ما کدام طرف روان است؟ یک تجدید نظر که قد خود بشه که چی کار میکنه. رعایت اولویت ها، یوسف قرضاوی یک کتاب داره در مورد اولویت های اسلام، ما کدام کار اول انجام بتم؟ آیا ساختمان خانه ای که ما زندگی میکنیم ساختمان ازیر جور کردن و بنا کردن این ضرور است یا ساختمان عقیده فرزندای خود را بسازم؟ کدامش ضرور است؟ ما اول اون ساختمان را میسازیم. اگر در داخل زبی نماز بد اخلاق انسان های مستبد مستکبر بدبخت تر بشت پروا ندارم چی کنم، در زیر خیمه زندگی کنم، ساختمان یا عقیده فرزندایت باید جور باشه. امروز فرق کرده با وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، او زمان مساجد گلی و خاکی بود، انسان های سنگی داخل زندگی میکرد، امروز مساجد سنگی شده ولی انسان های خاکی و کلخ گونه دور از شما داخل زندگی میکنه. اولویت ها را در نظر بگیرم، به کدام کار را کنم، کدام کار برای من ضرور است؟ در این فعلا آیا خواب ضرور است یا یک درس ضرور است؟ آیا انگلیسی یاد گرفتن برای من ضرور است یا کامپیوتر یاد گرفتن برای من ضرور است؟ کدامش اول این متوجه باش. امروز انگلیسی خواندن همون قدر کار کرده دشمن که انگلیسی را به این جای رسانده، انگلیس خود اینترنشنال یا بین المللی کرده، او کار کرده، مجبور است که امروز یاد بگیری. 5 سال بعد اگر انگلیسی و کامپیوتر یاد نداشته باشی بی سواد هستی. بی سواد خو یک زمان کسی نمیگفت، خط و قلم یاد نمی داشت. 5 سال بعد که انگلیسی و کامپیوتر یاد نشه بی سواد گفته میشه دیگه. عادی نیست، معیار با سواد بودن و غیر سواد بودن این فرق میکنه. در آینده ها شاید انگلیسی و کامپیوتر رو بی سواد بگویه. و هفتم آخرین شماره، در مسیر نیل به کمالات در پی تحصیل باید باشیم. ای که ما به کمال خود میرسیم 100% ذهنش باید تحصیل علم داشته باشین. ما یک عادت داریم که یک کمی درس یاد میگیریم دیگه نمیریم که برای یک استاد دیگه بنشینیم از او درس یاد بگیریم. هیچ وقت خود را از مردم بزرگ احساس نکنید که من دیگه رسیدم. میلیون ها نفر، لک ها نفر از تو که سویه علمیش بلند است، لک ها نفر تقویش از تو که بلند است، لک ها نفر انفاق و اخلاص و دیانت و مردانگی و شهامت از تو که بلند است. ما فقط این پست همتا رو نظر میکنیم، از یه چند نفر که خوب بلند استم و هزارها نفر و لک ها نفر که از تو که بلند است رو نمیبینی. و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر عالم یک عالم دیگه وجود داره. عادتتون باشه اگه دکتر هم شده پیشدی هم گرفتن برین یک جای تلمس شاگرد باید باشه. همیشه یادتون باشه من یک کتاب خوندم، همیشه باید شاگرد باشه، همیشه باید درس بیاموزین، درس بخونین. ابوالعباس ثعلب میگه من مدت 50 سال ابراهیم حربی را ندیدم، مدت 50 سال ما ایزو هم درس بودیم، در مدت 50 سال ایره ندیدم که یک روز در درس صرف و نحو غیر حاضر باشه، در درس فنون غیر حاضر باشه یک روز. بریم حاضری مکتب ببینیم، حاضری کاری خود را ببینیم، در هفته 3 روز ما چرا پس ماندیم؟ چرا مردم مرا تحویل نمیگیره؟ چرا در خانه ارزش ندارم؟ ما پیشتر براتون گفتم کار کسی که کار تجارت خود را یک ساعت پیش از مردم آغاز میکنه، یک ساعت به تأخیر ختم میکنش، روزی از 35 ساعت است شبانه روزش، سالش 420 روز است. حتی کارت یک ساعت پیش شروع کن. برکت امت رسول الله دیگه است که کار را در صبحگاه های اول صبح آغاز میکنه، بکور که میگاش. پس بین کمی بلند همت باشیم، یک کمی در خود تغییر ایجاد کنیم. اگر همینقدر فکر در این مورد دمی درس برای ما پایدا نشده باشه، سرستای قلب خود کم کار کنیم، کم انگیزه برای ما پایدا نشده باشه که من چی کار میکنم.
اگه یک هدف تو میجا نگرفته باشه که من چی باید یک کار یک هدف باید داشته باشه، پس این موجودیت ما در اینجا شاید تو چندان با معنا نبوده باشه. کمی تغییر کنیم، در خود تغییر ایجاد کنیم، در خانواده خود تغییر ایجاد کنیم، در فامیل خود، در جامعه خود، در امت، به ما نیاز هست. والله العظیم امروز مردم درد داره، امروز مردم پریشان هست. یک جایی از امت اسلامی رو خود تو دردش التیام کردن میتونه دست به دست هم بدیم حرکت کنیم. امروز ما ذلیل هستیم، مردم ما رو ذلیل کرده روان است، در اقتصاد خود به نهایت ضعیف، در فرهنگ خود نهایت ضعیف، دیگه مردم ما رو احتار میده، دیگه مردم ما رو چلی میمونه میتونه دست زیر علاشان نشستگی هستیم میبینیم تماشا میکنیم. همه این چیزها برای ما عادی شده، در اخبار میبینیم 100 نفر در فلان جا کشته شد، آقا امروز 100 نفر کشته شد عادی، هو عبرت هست، یه اخبار عبرت گرفتن از درس میگه که بدون کنم سو به کدام طرف سوق داده میشیم، به کدام طرف به کدام مسیر حرکت داریم. این دردایی که امروز تو به طور مثال احساس مسئولیت نمیکنیم دردش باز میبینیم. یه بیادتان باشه یک کار اگر در کار اخروی مصرف شدن میتونیم بری کار دو دیوی رو آغاز کنه، یک تجارت برای خود شروع کنه، یک بردوزی حتی شروع کنه، بردوزی هیچ فرق نداره، اما که نه با کار دنیا مصروف باشیم نه با کار آخرت مصروف باشیم. از او که در زیر زمین خوب، از او که در سر زمین بگرده. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده، ده حق خو انشالله کس خفه نمیشه که خفهش پروا هم نداره. ما همیشه ایر باید تون داشته باشیم. گاهی اوقات بعضی کسا میگه حق کم عقب نشینی کنیم، هرگز نه، هرگز نه، به هیچ عنوان نه، کم احتیاط کنین، احتیاط درست است با حکمت، اما هرگز از مسیری که انتخاب شده، از مسیر دعوت یک قدم هم عقب مانی نیست. گفته عمر مختار لن نستسلم، ما تسلیم نمیشیم، یا میمیرم یا پیروز میشیم، این مسیر هست. اینمی هدفتان باشه، نه در قصه ایزی باشه که در فامیل کس ممانعت ایجاد میکنه، نه در جامعه کس ممانعت ایجاد میکنه، کارتان رو ادامه بده. ده ایجا نشد یک جای دیگه، ایجا نشد یک جای دیگه، اوجا نشد یک جای دیگه. اگر مدینه کس ممانعت دعوت ایجاد میکنه، برو طایف سفر کن. سرزمین سرزمین امت هست، سرزمین ما شما هست. غمگین و پریشان نباشین، از خود تحول و تغییر ایجاد کنین، در خانواده ایتون تحول و تغییر ایجاد کنین، درس بخونین، حرکت کنین، با انرژی باشین، ورزش کنین، بخوابین، تفریح کنین، اما به طریقه ایش. تشکر میکنیم از توجه شما، از حوصله‌مندی شما تشکر.